خب تو این قسمت میایم conditionals.py رو باز میکنیم. یه جملات شرطی رو میخوام توی پایتون بهتون یاد بدم. بچه جملات شرطی اینجوریه. برفرض شما توی جاوا یادتون میاد که مثلا میکردی int مثلا a مساوی با مثلا 1، درسته؟ بعد میگفتید int b مساوی 0. یادتون میاد یه همچین کاری رو میکردید توی جاوا. اما توی پایتون چجوری معرفی میشه؟ شما میاید چیکار میکنید؟ نمیگید هیچ، نمیاد مثلا بهش بگید آیا این اینتیجره یا نمیدونم بولیانه، نه اینا رو نمیگید. A رو معرفی میکنید، ویرگول میذارید، B رو هم معرفی میکنید. وقتی که اینا رو معرفی کردید، مساوی رو میذارید، بعد میگید A مساوی چیه؟ صفره. B مساوی چیه؟ یکه. پس این A میره مساوی صفر میشه، B مساوی یک میشه. بعد از این میایم چیکار میکنیم؟ یه کار شرطی انجام میدیم. شرط رو چجوری مینویسیم؟ میگیم اگر، if رو اینجوری مینویسن، یه مقدار فاصله بدم. if مثلا اگر a کوچکتر از b بود، خب برای من چیکار انجام بده؟ بعد از اینکه شرطتون رو تعریف کردید، ببینید شرط رو اینا رو داخل پرانتز قرار نمیدید، هیچ کاری که سردرگم کننده باشه قرار نمیدید. و مثلا توی زبان‌های دیگه توی سی که سی بیس هستن، دیدید که اینا رو داخل پرانتز قرار میدن، ولی اینجا همچین چیزی نیست. بعد از اینکه شرط رو نوشتید، دیدید که کولی بریس به همه جا باز میکنن، اینجا باز هم اونجوری نیست. شما کاری که انجام میدید اینه که دو نقطه میذارید. دو نقطه رو که گذاشتید باید چی باشه؟ به این صورت باشه. و ببینید اینجا من فاصله رو برمیدارم، ببینید که فاصله باید باشه بینشون. اما بیایم چیکار بکنیم؟ این فاصله که بین این دو خط رو برداریم و اینجا چی میشه؟ اینجا یه اینتر بذاریم. میبینید که فاصله بین دو خط باشه نباشه فرق نمیکنه، اما وقتی که من اینتر میزنم این چی میشه؟ ایندنت میشه. این ایندنت چیه؟ فاصله است، 1 2 3 4. اما 4 تا فاصله زیاد مهم نیست، فقط باید یک یا بیشتر فاصله باشه. یعنی من اگر بیام اینجا یه دونه فاصله هم بزنم باید باشه. حالا قدیما 4 تا فاصله میذاشتن که بشه معلوم شه کد چیه، ما هم 4 تا میذاریم. اما باید فاصله باشه. و برای چی فاصله باشه؟ برای اینکه این کدی که میخوام بنویسیم میره زیر ایف قرار میگیره. یادتون میاد که قبلا ایف رو مینوشتیم داخل کولی بریس، این داخل مثلا اینجا یه کدمون مینوشتیم، درسته؟ پس این ایندنت بود. این اینجا چیز هم داره به ما همینو میگه، پایتون هم داره به ما همینو میگه. اگر ایف، اگر a کوچیک‌تر از b بود برای ما چیکار بکن؟ پرینت بکن. اینجا رو خوب توجه بکنید، بعد از پرینت بعد حتما پرانتز باز بکنید داخل پایتون 3. بعد اینجا چیکار میکنیم؟ میگیم a، خب الان بهتون میگم اینا چی هستش، فقط با من صبر داشته باشید. a is less than b، داخل پرانتز اینو مینویسیم. و بعد چیکار میکنیم؟ اینجا دات یه فرمت میزنیم. فرمتی که زدیم میگیم چی؟ a b. و کار دیگه نمی کنیم. ببینید اینجا شرط رو نوشتیم، بذارید این شرط رو من else رو هم بنویسم. else رو اینجوری مینویسن که میایم اینجا یه اینتر میزنیم، دوباره یه اینتر میزنیم، ولی برمیگردیم عقب. میدونید چی میگم؟ چون نمیخوایم داخل if باشیم، میگیم چی؟ else رو بزن. و وقتی که else زدی این print رو اینجا میگیریم کپی میکنیم اینجا، فقط اینجا میزنیم is not less than b. خب اما بچه ها اینا چی هست؟ اینا پرانتزا رو کاری نشه بشید، من خودم پرانتزا رو اضافه کردم، اما اینا place holder هست. شما وقتی format مینویسید اینجا، مثلا format A میره از بالا گرفته میشه چون تعریفش کردید، B هم میره از بالا گرفته میشه چون تعریفش کردید. وقتی من A رو اول مینویسم، اولین curly brace که اینجا بنویسم A خواهد بود، curly brace دارم میگم و نه پرانتز. دومین curly brace که اینجا مینویسم B خواهد بود. یعنی اگر من اینو برم run بزنم الان، ببینید A کوچکتر از Bه، پس A چون کوچکتر از Bه این بالایی باید چاپ بشه دیگه، درسته؟ وقتی من این رو ران بزنم بیام اینجا روش
این پایین چی می نویسه؟ این پایین می نویسه که کندیشن ها A صفر که ما تعریفش کردیم بالا، چون ما فرمت گذاشتیم اولی رو قرار میده A is less than B که B چیه؟ یکه. چون ما فرمت اینجا نوشتیم داخل پرانتز اولین کرلی بریس A خواهد بود و دومین کرلی بریس B خواهد بود، چون ما فرمت رو نوشتیم. اما اگر من اینو مثلا برفرض بذارم 3، اینجا باید F6 رو بزنیم ما، البته با این کاری نشته باشید. میگه چی؟ A 3 is not less than B که یک هستش. اینم از این. خب حالا یه چیز، یه مطلب دیگه، یه یادتون میاد که داخل اینجوری بگم، البته اینو اینجوری بگم که مثلا ما پرینت میخواستیم بکنیم توی جاوا یا توی لنگویج های سی، چون من سی رو زیاد مثال میزنم که چون میدونم خیلیاتون حداقل یکی از زبان هایی که با سی کار میکنه مثل جاوا، سی پلاس پلاس اینا رو بلدید، یکی از اینا رو بلد، یا پی اچ پی رو که سی بیس هست رو بلدید. خواستیم یه جمله شرطی بنویسیم، اینجوری می‌نوشتیم، مثلا میگفتیم A کوچیکتر از B، خب با فاصله، اگر این شرط برقرار بود علامت سوال میذاشتیم، خب میگفتیم بیا چاپ بکن مثلا فو، وگرنه دو نقطه میذاشتیم بیا مثلا چاپ کن بار، خب یه همچین کاری میکردیم. اما تو این اینجا چیکار میکنیم؟ اینجوری مینویسیم، اولا این جمله رو یادتون باشه، امروز بارون میاد وگرنه برف. پس یاد یه بار دیگه میگم، امروز بارون میاد وگرنه برف. پس این اینجوری مینویسیم، پرینت کن برای من بارون رو، خب اگر بارون میاد، اگر بارون اومد چی؟ حالا مثلا من میگم اگر بارونه، اینجوری بفهمید که بارونه، اگر A کوچکتر از B بود، خب وگرنه else برفه. اوکی؟ پس اینجوری بفهمید که امروز بارون میاد اگر A کوچکتر از B باشه، وگرنه برف میاد. اینو اگر یاد گرفتید میفهمید که این زبون هم اینجوری نوشته میشه. پس اول شرطتون تعریف میکنید، میگید این چیزی که من دارم میگم به تو بارونه اگر A کوچیک‌تر از B باشه، وگرنه هر چیز دیگه. ببین این چقدر خاناست، چقدر راحته. یعنی شما نمیاد بگید که مثلا A کوچیک‌تر از B اگر درست بود مثلا به زبان جاوا میگفتیم مثلا بارونه، وگرنه برف. نه، اول میگید بارونه اگر A کوچیک‌تر از B بود، وگرنه برفه. مثلا حالا من اینو اگر ران بکنم ببینم چه هیتونتون این هلو ورلد، یکی از مشکلاتی که ما اینجا داریم اینه که من اینو اگر ران بزنم از بالا هلو ورلد ران میشه، باید برم داخل کندیشنال. باز هم میبینید که اگر راست کلیک بکنید داخل روش، میبینید که اینجا چیز ران نداره. حالا من خیلی زود سویچ میکنم روی پای چارم، اما اینجا باید F6 رو بزنید توی ویندوز، یا اونایی که مک دارن دکمه FN شیفت F6 رو بزنن، یا میتونن فقط F6 رو بزنن. بذارید من این رو روش اینجا کلیک بکنم، F6 رو بزنید خود مین ساب مین پروجکت ران میشه. اگر شیفت FN F6 رو بزنید، شیفت و FN توی مک بغل هم اون سمت چپ اون پایین هست، و بعد F6 رو بزنید، اینجا نگاه بکنید میگه برف. پس چی؟ چون A بزرگتر از B هست برفه، بخاطر این شرط برقرار نیست. پس این خیلی راه حل خوبی هستش که چی داره به شما میگه؟ که میگه که اینجوری میتونید راحت بفهمید که اوضاع چقدره. پس شرطتون آیا برقرار هست، این اتفاق میفته، یعنی اتفاق اول میفته اگر شرطتون برقرار باشه، وگرنه به. حالا من اگر بزنم این رو صفر دوباره، اینجا باید بنویسه بارون، درسته؟ بارون. میبینید به این صورت اینجوری میتونید تعریف کنید و باش کن. پس این هم از جملات شرطی، امیدوارم که یاد گرفته باشید و دیده باشید که ایندنت خیلی مهمه تو این جلسه یاد بگیرید. ایندنت بعد هر چیزی که یک کدی که مینویسید داخلش ایندنت رو بزنید. حالا حتی اگه یه دونه هم باشه، یه دونه باشه کار میکنه، اما ایندنت نداشته باشید میبینید که ارور میده. میبینید؟ یعنی یه دونه هم باشه، من اگر اینجا بیام ران رو بزنم میبینید که ران میکنه. ولی ما با چارتا میریم که کد بهتر معلوم شه.